فیلم سینمایی کاغذ بیخط، نویسنده و کارگردان ناصر تقوایی. برای دیدن معرفی فیلم و سریال های بیشتر میتونید کانال ما یعنی سو فیلم رو سابسکرایب کنید. داستان فیلم در مورد زندگی زن و شوهریه که زندگیشون با نویسنده شدن زن تبدیل به یک جنگ داخلی میشه. این البته فقط ظاهر داستانه و در پشت این داستان مسائل مهمتری مطرح میشه و میشه از این لحاظ این فیلم رو با فیلم مادر آرنوفسکی مقایسه کرد. فیلم کاغذ بیخط آخرین ساخته ناصر تقواییه که بعد از 13 سال دوری از سینما اونو ساخت و البته الان بعد از اون هم 20 ساله که هنوز نتونسته فیلمی بسازه. این فیلم 4 سیمرغ رو از جشنواره فیلم فجر برنده شد. بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم. ولی ناصر تقوایی به خاطر اعتراضی که به فضای سیاسی کشور داشت، جایزه ویژه هیئت داوران که به خاطر این فیلم بهش داده شد رو نپذیرفت. ایده و کلیت داستان به ظاهر ساده است اما با نگاه جامعه شناسانه و دقیقی ساخته شده که تاریخ انقضا نداره. فیلم به ظاهر اجتماعیه ولی به شدت سیاسیه. فیلم از ساعت 7 صبح شروع میشه و این نمای بسیار مهمی در فیلمه که در انتها متوجه میشیم. فیلم از جایی شروع میشه که مادر تلاش میکنه فضای خونه رو شاداب کنه و زندگی عیونی که ندارن رو در خیال بچه ها بسازه. بازم کتله؟ نه استیک. یه جوره هر دوتا؟ نه مامان، این استیک با گوشت گاو امریکایی، اونم بیف استروگانوف با گوشت اسب روسی. و اسم مادر هم همین ویژگی اخلاقیش رو نشون میده. رویا رویایی. شما جدیدی هستی؟ نه، من رویا رویایی هستم. اسم کاراکتر پدر جهانه و این فیلم میخواد رابطه‌ای که رویا با جهان داره رو نشون بده. جهان واقع‌گراست ولی رویا در دنیای خیالی و توهمی خودش غرق شده. فیلم میخواد بگه که آیا آدم باید در مقابل جهان رویایی برخورد کنه یا منطقی؟ نکته جالب این که ما در اصل داریم فیلمی رو میبینیم که فیلم نامش رو در طی فیلم رویا نوشته. رویا و جهان به دلیل عدم شناخت همدیگه مدام در حال مشاجره هستن. جهان همیشه رویا رو در نقش خدمتکار دیده و رویا هم برای همین بهش میگه سرور من. ساعت 7 دیرتون نشه سرور من. صبح بخیر سرور من. شما کی بیدار شدین؟ بیشترین چیزی که رویا رو اذیت میکنه محدودیته و مدام میخواد از خط قرمزها عبور کنه و تاب و شکنی کنه که این رو میشه حتی از لباس پوشیدنش هم فهمید. برعکس جهان که به روال عادی زندگی بسنده کرد، جامعه پر از این محدودیت هاست، همونطور که مادرش هم بهش گوش زد میکنه. دختر تو دیگه 33 سالته، دو تا بچه داری، بشین بخونه زندگیت برس. بزرگترین محدودیت رویا مادر بودنشه و به خاطر همین از جهان میخواد به عنوان سوغات یک مادر برای بچه ها بیاره. مثل این بابایات میگه چی بیاره؟ یه ماده بز زنگوله به پای خوشگل که هر شب بهشون شیر بده اونا رو بخوابونه. و رفتن به کلاس نویسندگی هم عبور از همین خط قرمز است. در جایی از فیلم جهان با اشاره به قصرهای زنجیره‌ای میگه که کار من کشتن نویسنده هاست ولی حیف که تو تازه کاری. دونه به دونه همشونو من کشتم. حیف که تو تازه کاری. انگار که یک نویسنده در مرحله کمالش توسط جهان کشته میشه، مثل همون نهنگی که سلاخی میکنه. جهان کاری به ماهیهای کوچیک نداره، فقط ماهیهایی که اندازه نهنگ بزرگ شدن رو سلاخی میکنه. جالب اینه که تیتر روزنامه‌هایی که خون نهنگ روش میریزه هم درباره قطرهای زنجیره‌ایه. قتل‌های زنجیره‌ای به سلسله قتل‌های نویسنده‌ها و روشنفکرهای منتقد گفته میشه که در دهه 70 جریان داشت. این اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای جهان رو تبدیل به نماد حکومت میکنه. از قتل این روزنامه نویس‌ها و نویسنده‌ها و شاعرها، این قتل‌هایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ رویا داستان شنگول و منگول رو برای بچه‌هاش تعریف می‌کنه که این داستان معروف خیلی شبیه زندگی خودشونه. منم باز زنگوله به پاد و شاخ دارم توی هوا. و نویسنده به خاطر شبیه‌تر شدن زندگیشون به این داستان، سومین بچه یعنی حبه انگور رو حذف کرده. پس سومی اسمش چیه؟ نگفتی؟ چیزی ننوشته اینجا. اسم نداشته.
بعد چجوری صداش میزدن؟ لابد کسی صداش نمیزد. رویا یا بز زنگوله پا نماد روشنفکر منتقده و جهان یا همون گرگ خونخوار نماد حکومته و دختر و پسرشون هم نماد مردان و زنان ایرانن. در جایی از فیلم رویا میپرسه کی بیدار شدی سرور من؟ و جهان میگه وقتی که جون تو داشت میمد تو حلقه. صبح بخیر سرور من، شما کی بیدار شدین؟ وقتی جون تو داشت میومد تو حلقت. فیلمساز میخواد بگه حکومت زمانی از خواب غفلت بیدار میشه که جون روشنفکرها رو به لبشون برسونه و جنبشی انجام بده. اولین بار ایده نویسندگی رو جهان به فکر رویا انداخت و جهان هیچ مشکلی با نویسندگی نداشت. تو باید نویسنده میشدی باجون. مطمئنی؟ جونه چون؟ جدی میگی؟ شک نکن به حرف. ولی مشکل از جایی شروع شد که رویا به جای نوشتن داستانهای تخیلی سراغ حقیقت رفت. تو رای خونش پس لابد یادت داده چی بنویسی؟ آره حقیقت. رویا با اینکه تخیل خوبی داره و میتونه نویسنده خوبی هم باشه، ولی وقتی استادش ازش میخواد حقیقت رو بنویسه نمیتونه. اون هرچی رویا پردازی میکنه نتیجه نمیده و به خواستش نمیرسه. اما نوبت به تو که میرسه جوهر قلم میخشکه، پیش نمیره، میمونه. ولی حد کمالش استادشه که به هرچی میخواد در لحظه میرسه، مثل وقتی که بارون بند میاد. وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بند میاد. استاد میگه خونم جایی نزدیک انتهای دنیاست. راه من خیلی دوره. ته دنیا که نیست. نه ولی اون دوره براست که نماد هنرمندیه که به کمال رسیده. و در ادامه فیلم میبینیم که رویا هم بعد از خلوت 10 روزه به مرحله کمالی که استادش میگفت رسید و وقتی آرزو میکنه که بارون بباره و ظرفهای کثیفش رو بشوره، همون لحظه بارون میاد. ای آسمان بی ستاره، آیا چنان باران رحمتی هست که این ظرفهای چرب و چیل مرا بشوید؟ حالا اون ماهی کوچیک تبدیل به نهنگی شده که زمان سلاخی شدنش رسیده. بچه‌ها دنیایی که مادر براشون به تصویر کشیده رو دوست دارن و از دنیای پدرشون میترسن. و شاید مهمترین مشکل این زن و شوهر این باشه که پدر فکر میکنه مادر کاری کرده که بچه‌ها ازش بترسن. تو رو مخ اینا کار کردی. از خودت بز زنگوله به پای مهربون ساختی، اما من شدم یه گرگ خونخوار. در اصل به صورت نمادین داره میگه حکومت فکر میکنه که روشنفکرها کاری کردن که مردم ازشون بترسن و این مشکل اصلی حکومت با روشنفکرهاست. جهان داره نقشه یک زندان رو میکشه ولی به زنش گفته که ویلای کنار دریا داره میکشه. یه ویلای شخصی جهان یا یه زندان؟ اونی که من تو کلم نمیره یه چیز دیگه است. تو چرا به من دروغ گفتی؟ این میتونه نماد دنیایی باشه که حکومت داره به صورت پنهانی برای مردم میسازه. ویلایی که حکومت به مردم وعده داده در اصل یک زندانه. رویا میگه جهان انقدر زشته که تماشاگرها از دیدن یک فیلم واقعی ازش عق میزنن. من اگه بخوام تو فیلم نامم چهره واقعی تو رو نشون بدم، فردا که فیلم بشه بیاد رو پرده، تماشاچی‌ها همه عق میزنن تو سینما. و به خاطر همینم هست که خیلی رویایی زندگی میکنه و حتی خود جهان که نماد حکومت هم نمیخواد فیلمی ازش ساخته بشه. کسی اگه دلش نخواد از راه سیال جریان ذهن سرکار علیه وارد عالم سینما بشه، باید متوسط بشه به کی؟ و در عالم واقعیت هم اگر ساخته بشه سانسورش میکنه. دیالوگ به یادماندنی فیلم اونجاست که رویا میگه تو نمیخوای من به کارم برسم، من روزی 3 مرتبه میشورم و میسابم و میپزم. تو نمیخوای من به کارم برسم، از سفیده سحر که پا میشم تا بوق شب میشورم و میسابم و میپزم. اما طبقه حاکم حتی نمیتونه این رو به زبون بیاره، چه برسه به انجام دادنش. تو میتونی پشتم 10 دفعه بگی میشورم و میسابم و میپزم؟ من روزی 10 مرتبه میشورم و میسابم و میپزم، میشورم و میسابم و میپزم. و تمام کارها رو به گردن مردم میندازه و این رویاها هستن که همیشه نقش کارگر رو ایفا میکنه. کاراکتر سوسن جون تو این فیلم میتونه نماد نیروی خارجی باشه که ظاهر دوست ولی باطن دشمن داره. سلام سوسن جون. سلام سوسن جون. و حتی جایی از فیلم رویا ازش به عنوان مغول ها هم یاد میکنه. زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟
یا مغول ها دیشب اینجا مهمون بودن؟ که در تاریخ ایران هم حمله مغول ها باعث فروپاشی حکومت خوارزمشاهیان شد و در فیلم تاکید به پیری سوسنجون هم میشه. من که نه، این اتوها رویا جون دیگه منو صاف و صوف نمی کنه. من از تو چروک خوردم. پس میشه حد زد که منظور نویسنده مشخصاً کشور انگلستانه که لقب استعمارگر پیر یا روباه پیر رو داره. حالا همین سوسنجون که میتونه نماد سیاست‌های انگلستان باشه، دنبال جنگ داخلی تو خونه یا همون ایرانه. خره، تا اینجاش تو برنده ای. او هر بامبولی بلد بوده زده، اما تو این جنگ داخلی تو اینجا به تو باخته. اسم فیلم از جایی گرفته شده که استاد به رویا میگه چون چپ دستی میتونه روی کاغذ بیخط انقدر صاف بنویسی. چپ دستی؟ از کجا فهمیدین؟ روی این کاغذهای سفید بیخط خوب صاف و تمیز چیز مینویسی. احتمالاً منظور نویسنده از چپ دست بودن جناح چپ بوده که یک اصطلاح سیاسیه که اشاره داره به مخالفان حکومت و کسانی که خواستار اصلاحات در برابر قدرت هستن. و از طرفی رویا میگه روی کاغذهای خطدار همیشه کج و کوله می نویسن. آخه تو مدرسه رو کاغذهای خطدار همیشه کج و کوله می نوشتن. و این یعنی این که محدودیت باعث میشه روشنفکرها نتونن کارشون رو درست انجام بدن. وقتی رویا سوار تاکسی جهان میشه، برای دفاع از خودش قلمش رو در میاره. میگم نگهدار عوضی، دو چه زود از کوره در میره. این شهری که داری توش میگردی اسمش تهرونه، نه سر گردنه. اگه بای نصیب همین میکوبم تو ملاجتا. و این یعنی تنها سلاح نویسنده ها قلمشونه. جهان وقتی میخواد گوشت نهنگی که نماد روشن فکرهاستو ببره تا بخوره، این گوشت به طرز عجیبی سفت و سخت شده و راحت بریده نمیشه و در نهایت جهان دست خودش رو میبره. و این اشاره داره به اینکه قطعهای زنجیره‌ای در نهایت به ضرر خود حکومت شد. در طی فیلم ما شاهد تغییر نگاه جهان به رویا هستیم. وقتی که فیلمنامه رو میخونه و تازه میفهمه که چی تو سرش میگذره، همینجاست که آرامش به هر دوشون برمیگرده. در پایان بعد از این جنگ داخلی رویا به رفتار سابقش برمیگرده، ولی دیگه بین این زن و شوهر اعتمادی وجود نداره. البته با امید تموم میشه. حالا دوباره مثل اول فیلم ساعت 7 رو میبینیم. اما تو این بازه زمانی خیلی چیزا تغییر کرده. مثل نگاه این دو به هم. فیلمساز راه آرامش و زندگی خوب رو گفتمان و شناخت همدیگه دونسته که این چقدر میتونه از بحرانهای جدی جلوگیری کنه. نگوش سپردن به نیروهای خارجی که اینجا نمادش سوسنجون. رویا دیگه تلفنش رو جواب نمیده و میره پیش شوهرش. در واقع انتهای فیلم میتونه یک شروع تازه باشه. فیلمنامه این فیلم بر اساس طرحی از مینو فرشچی نوشته شده و توسط خود ناصر تقوایی هم تکمیل شده. مینو فرشچی کسیه که به خاطر بازی در فیلم بانوی اردیبهشت اثر رخشان بنی اعتماد، سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو در سال 76 برد. حالا چی آبجی تنهاست؟ از اینو طایفه اونایی ها؟ بابا من رو چه میشناسم. نکته دیگه این که شاهد احمدلو هم یک مستند از پشت صحنه این فیلم ساخته به اسم پس از سکوت. در تقوی از چسب یا علامتی که جلو پای بازیگرش میزنه براش اهمیت داره تا یه میزانسن اساسی و یا یه مونولوگ. جالبه بدونید دستیار کارگردان فیلم خانم مرضیه وفامهره، یعنی همسر ناصر تقوایی که خودشون هم بازیگر هستن. یک اشتباهی در فیلم وجود داره. در جایی از فیلم گفته میشه که فیلم حاجی آقا اکتور سینما اولین فیلم بلند تاریخ سینما ایران که سال 1312 ساخته شده، ولی اینطور نیست. حاجی آقا اکتور سینما اولین فیلم بلند در تاریخ سینما ایرانه. اولین فیلم بلند سینمای ایران آبی و رابیه که سال 1309 ساخته شد. هدیه تهرانی در مصاحبه‌ای گفته که کار با تقوایی و مشایخی و شکیبایی همیشه براش مثل یک رویا بوده و میگه بعد از این فیلم حس کردم تا به حال تو سینما کار نکردم و از اون به بعد نظرم در مورد سینما عوض شد. جالبه بدونید که تقوایی در جوانی دستیار کارگردان فیلم خشت و آینه اثر ابراهیم گلستان بوده و همونجا سعی کرده که فیلمسازی رو یاد بگیره، چون ناصر تقوایی
دیپلم ریاضی فیزیک داره. و بعدها تقوایی همراه فیلمسازهای مطرحی مثل بیضایی و مهرجویی یکی از پیشگامان موج نو سینما ایران شد که اولین فیلم بلند داستانیش یعنی آرامش در حضور دیگران با فیلمهایی مثل قیصر و گاو جزو اولین فیلمهای موج نو سینما محسوب میشن. منیش خانم افتخار میدی. معذرت میخوام، من بلد نیستم برقصم. بهانه بیارین. بهانه نیست. اما اثری که باعث شهرت ناصر تقوایی شد سریال معروف دایجان ناپلئونه که سال 55 از تلویزیون ایران پخش میشد. همین الان جلوی چشم من داری گوشتش میده به گربه بخوره. والا آقا دروغ چرا تا قبل تقوایی متولد آبادانه و به خاطر همین اکثر فیلماش در لوکیشن های جنوب ایران فیلم برداری شد، مثل فیلم صادق کرده، نفرین و ناخدا خورشید. دید سیاسی و اجتماعی رو میشه در تمام فیلم های تقوایی دید. اون کار خودش رو با مستندسازی شروع کرد و مستند تاکسیمت در سال 46 اولین فیلم ایشون محسوب میشه. راه دور الان 2 تومن 3 تومن کرش میشه، راه نزدیک 15,000 12,000 11,000. این مکافاتا رو داریم، مسئله پول خورد زیاد جلو اومد. ناصر تقوایی از همون اولین فیلمش یعنی آرامش در حضور دیگران متفاوت بودنش رو نشون داد و البته از همون ابتدا هم با مخالفت روبرو شد که فیلمش 4 سال توقیف شد و بعد از اکران هم با اعتراض جامعه پرستاران روبرو شد. ناصر تقوایی تسلط زیادی بر ادبیات داره و میشه این رو از فیلم‌هایی که ساخته متوجه شد. مثلا همین فیلم کاغذ بیخست سرشار از دیالوگ‌های به یاد ماندنیه. به خاطر همین تسلط علاقه تقوایی به ادبیات، اقتباس از آثار برجسته هم در بین فیلم‌هاش دیده میشه. مثلا ناخدا خورشید که اقتباسی از داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی و یا آرامش در حضور دیگران که اقتباسی از نوشته‌های غلام حسین ساعدیه و یا فیلم نفرین که اقتباسی از داستان باطلاق اثر میکا والتاریه. اما یکی از منحصر به فرد ترین ویژگی‌های ناصر تقوایی حجم زیاد کارهای ناتمام ایشونه که بخشی از اون به خاطر کمالگرایی ایشونه و بخشیش هم مربوط میشه به فشارهای حکومتی. یکی از اون کارهای ناتمام سریال کوچک جنگلیه که در دهه 60 با کنار گذاشتن ناصر تقوایی توسط بهروز افخمی ساخته شد. گویا بعد از همین فیلم کاغذ بی خط تقوایی خواسته 2 تا فیلم دیگه هم بسازه اما اونها هم ناتمام مونده. 20 سال هست که ناصر تقوایی فیلمی نساخته و امیدواریم خیلی زود دوباره به عرصه فیلمسازی برگردن.